شماری از رسانه‌های بین‌المللی از قول مقام‌های آمریکایی نشر کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواسته است تا در مورد برنامه خروج نصف یا تمامی سربازان آمریکا از افغانستان کار کند. مسئولان پنتاگون گفتند که کار را در این مورد آغاز کردند و در اوایل سال آینده میلادی جزئیات این برنامه را به رئیس جمهور ارائه خواهند کرد. هدف ما خروج از افغانستان به شکل مسئول و طبق شرایط در کشور است. من باور دارم که این تصمیم را رئیس جمهور گرفته است و فکر می کنم در حال حاضر تمام تیم امنیت ملی نگرانیشان را از این تصمیم ابراز کرده. حکومت افغانستان نگران این تصمیم آمریکا نیست. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشته که سربازان آمریکایی تا حد زیاد مصروف آموزش، کمک های تخنیکی و مشوره‌دهی فعالیت دارند و خروجشان از افغانستان روی وضعیت امنیتی تاثیر منفی ندارد. شورای امنیت ملی میگوید که نیروهای امنیتی کشور می توانند به تنهایی مسئولیت های امنیتی را بر دوش گیرند. چند هزار سرباز خارجی که آنها هم در بخش مشوره‌دهی یا آموزش همکاری تخنیکی و مسئولیت حمایتی دارند، خروجشان بر امنیت تاثیر نخواهد داشت. برای اینکه در 4 سال و 6 ماه گذشته مسئولیت‌های امنیتی به طور کامل به دست افغان هاست. برخی نظامیان آمریکایی که پیش از این فرماندهی نیروهای ناتو را در افغانستان داشتند، این تصمیم ترامپ را پیش از وقت می‌دانند. با باور آنان این تصمیم آمریکا را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. از سوی هم وزیر دفاع آمریکا که خواستار حفظ نیروهای کشورش در افغانستان است، پس از شنیدن این تصمیم از مقامش استعفا کرده است. این برای ما می تواند یک بحران باشد. ما در آنجا مسئولیت اجباری داریم. مردم افغانستان برای مدت زمانی به ما وابسته هستند تا بتوانند با طالبان بر سر صلح معامله کنند، یک حکومت مطمئن بسازند و اقتصادشان را به پای خود ایستاده کنند. اعلام خروج نیروها می تواند در حال حاضر آشوب برپا کند. بنابراین ما بسیار بسیار محتاط این اعلام باشیم. پرسش اینجاست که آمریکا شرط طالبان بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را پذیرفته است. آمریکا میخواهد یک حسن نیت به طالبان نشان بده که من آماده خروج هستم از افغانستان. این 7000 کشیدم، شما توافق کنین مطابقی را میکشم. اما طالبان میگه باید همه بیرون بیایه، بعد از اون صحبت کنیم. رئیس جمهور آمریکا در حالی تصمیم خروج 50% سربازان کشورش را اعلام میکند که نماینده ویژه وزارت خارجه آن کشور برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو کرده است. آمریکا کنون 14000 سرباز در افغانستان دارد که با تصمیم دونالد ترامپ 7000 آنان از افغانستان خارج می شوند.